بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. الوعد وفا برای شما گفتم که با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. خیلی خوشحالم که ایشون سر وقت زودتر هم حاضر هستند و فرصتی شد بعد از مدت زیادی با ایشون صحبت کنیم و این دنباله ماجرایی بود که چند تا سه تا از برنامه‌های ایشون رو سه هفته گذشته پخش کردیم. هر روز آقای آریانپور تماس گرفتن، دوستان دیگه‌ای تماس گرفتن، بعضیا برای خود من پیغام گذاشتن و بعضیا ایراد گرفتن، بعضیا تشویق کردن، بعضیا تایید کردن صحبت‌های آقای مینوی رو. ما دیدیم بهترین فرصت هست که با ایشون صحبت کنیم. سلام می‌کنم خدمت آقای پرویز مینوی، این معلم عزیز من و دوست خوبمون که با وجود همه اختلافایی که داریم ولی همیشه ایشون با احترام لطف کرده و گوش داده به حرفای من. من هم سعی میکنم این عمل رو انجام بدم. اتفاقا به من شرط کردن که اگر من مهمونت شدم من میخوام صحبت کنم، قرار نیست تو من رو دعوت کنی همش خودت صحبت کنی. به همین خاطر من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم. آقا خیلی خوش آمدید بعد از مدت ها و درباره همین چیزایی که در برنامه صحبت کردید، هر وقت به من وقت دادید من سوالاتی از شما میپرسم. شما هر قد که دلت خواست صحبت کن، وقتی که صحبت شما تموم شد به من بگو تا من سوال بعدی رو بپرسم. خیلی ممنون آقای پرویز مینویی، بفرمایید. درود بر جناب سروی عزیز و درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی. من خیلی افتخار دارم که در خدمت آقای سروی و در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. آقای سروی خوب مطالب رو بیان کردن. من و آقای سروی خط فکریمون ممکنه که مثلا نگم 180 درجه ولی بسیار اختلاف داره، ولی با این وجود دوستای بسیار خوبی هستیم. من برای ایشون احترام بسیار زیادی قائلم و ایشون نقطه سنجن، نقطه گیرن، مطالب رو خوب درک میکنن و من این صفاتشون رو تحسین میکنم. یه وقتی مطالب مطرح میشه هیچ کس متوجه اون اشکال نمیشه، ایشون اولی کسی هستن که اون اشکال رو میبینن و این یک شمع خیلی خیلی خوبی است که در همه افراد به این شکل نیست، در محدودی افراد این چنین خواهد بود. من موضوعی که مهمترین چیزی که برای ما ایرانی ها در حال حاضر مطرحه اینه که آینده کشورمون چجور میشه. آنچه که معلومه این رژیم اسلامی همین فقط یک قلم دلار که روز بروز گرون میشه به مرز 14,000 تومان رسیده، این رژیم رو به زانو در میاره. برای که همونطوری که دلار گرون میشه کالاهای اساسی گرون میشن. و یه نفر صحبت میکرد تو یکی برنامه، گفت من رفتم قبر بخرم، یارو که قبر میفروشه میگه دو برابر شده قیمت قبر. آخه من یه قبر رو به دلار میخرم؟ اون طرفی که این سوال میکنه متوجه نیست، چون اون کسی که این قبر رو میفروشه این پول رو میخواد خرج کنه. وقتی این پول رو میخواد ببره مثلا گوشت بخره، گوشت قیمتش 3 برابر شده، خب طبیعی است که اونم قیمتش 2 برابر 3 برابر میکنه. یعنی همه چیز به هم ربط داره. مسئله اینطوری نیست که ببخشید عزیزان من از این تلفنمو خاموش کنم. آقای مینوی اجازه بدید من به دوستان بگم این شماره تلفنی که گذاشتیم اینجا اگه بخوان میتونن در حین برنامه الان که ساعت 5:03 است به وقت نیویورک و 4:03 روز دوشنبه 17 سپتامبر هست، میتونن تماس بگیرن نظراتشون بگن یا پس از برنامه. این برنامه هر روز پخش میشه، هم از تلویزیون مردم هم توی یوتیوب بایگانی میشه، میتونن باز با شما تماس بگیرن، نظرشون رو بگن، سوالی احیانا اگه دارن مطرح کنن تا در برنامه‌های آینده یا برنامه خودتون روی تلویزیون‌های مختلف. شما خیلی فعال هستید، کانال یک هستید، کانال ای2 هستید، با آقای امیدوار هستید، اینها اونجاها مطرح کنید، چون به قول شما اینها مسائلی هست که همه ما رو مشغول خودشون کردن. و این ماجرای قبر هم میگم والا اتفاقا اگه قرار باشه قبر گرون شده باشه این روزها باید گرون شده باشه، چون مردم دیگه از این گرونی و نمیدونم اوضاع دلار، آقای بنی صدر امروز گفته میرسه به 20,000 دلار.
20,000 تومان ببخشید، یعنی دیگه مردن هم میشه یک حق انتخاب که بعضیا بگن بابا دیگه نخواستیم زندگی به این گرونی، بهتره بریم بمیریم. امیدواریم که یک اوضاع سرسامانی، یک کسی با عقل بیاد جلو. و من قبل از شما هم با آقای امیروشنگ، با آقای هوشنگ امیرعبدی صحبت کردم و ایشون هم بس که ناامید هست از اوضاع ایران و ایشون میگفت که باید یک شرایط نیمه نظامی، دولت نیمه نظامی در ایران حاکم بشه. استدلالشون هم این بود که نادرشاه نظامی بوده، شاه نظامی بوده، رضا شاه نظامی بوده، قاجار نظامی بودن، حتی کوروش نظامی بوده. شما اگه خواستین در اون مورد هم صحبت کنید، من ساکت میشم. بفرمایید. شما تا حالا گفتید که همه نگران آینده کشورمون هستیم و به همین خاطر هم گاهی وقتا احیانا صحبت که میکنیم بین همدیگه، بین دوستان اختلاف پیش میاد. بفرمایید. سپاسگزارم. بله، همونطور که جناب سوربی فرمودن، من یه تلفن روی برنامه هست. این تلفن، تلفن روی میز استودیو، یعنی این تلفن من نیست، یعنی مال منه ولی من ازش استفاده نمی کنم و این فقط وقتی که من برنامه دارم روی این میز هستش. در ساعتی اگه شما زنگ بزنید در ساعت دیگر، خب این تلفن میره روی پیامگیر و من اون پیام شما رو گوش میدم و در برنامه بعدی حتما در موردش صحبت میکنم، مطرح میکنم. امکان این که صدای شما رو پخش کنم، این امکان رو ندارم و نمیشه، وسطش تلفن میشه قطع میشه، ولی لذا فقط پیغام شما رو میتونم بگیرم، میتونم حتی یادداشت کنم خانم کی، آقای کی، نظرشون، سوالشون چی بود و این پاسخی که به نظر من میرسه. اما برگردیم به همین موضوع که گفتم. ببینید، وضع ایران به این روز به روز بدتر میشه و تحریم های جدید که از مثلا فرض کنیم که نزدیک یه ماه و نیم دو ماه دیگه شروع بشه و وقت بسیار بسیار وضع ایران بدتر خواهد شد. البته این تحریم ها نشان میره دولت رو، ولی نتیجهش روی مردم پیاده میشه، چون دولتی ها که نه گرسنه میمونن، نه مشکل نمیدونم بنزین دارن، نه چیزهای دیگه، ولی روی مردم تحمیل میشه و خب مردم هم نگرانن دیگه، ناراحتن و یه دفعه تخیان میکنن. یه دفعه وقتی که کسی ببینه که آقا بچه‌ش گرسنگی جلوش داره میمیره، دیگه حرف حالیش نیست دیگه، اون تخیان میکنه و دست جمعی تخیان میکنن و این شورش ها گسترده‌تر میشه و رژیم میاد رو کار. من که اینکه کسی گفته یک حکومت نیمه نظامی لازمه، به نظر من این حکومت باید عوض بشه. یعنی اصولا این ولاغ، ببینید بینندگان عزیز، جناب سوربی عزیز، آخه آخوند جماعت تخصصش چیه؟ آخوند جماعت تخصصش اینه که مثلا اگه نماز میخونیم شرایطش چجوری باشه، اگر قبل از نماز باید چه چیزا رو رعایت کنی، روزه میگیری چه چیزا رو باید رعایت کنی، یا مثلا فرض کنی که حج میری باید چی کار بکنی، لباس چجوری باشه، عمل چطوری باشه. آخه روزخون آخون که کشورداری بلد نیست که. ما متاسفانه در رژیم قبلی متاسفانه روشن فکر به کسی میگفتن که ضد رژیم باشه، یعنی اگر تو ضد رژیم بودی روشن فکر بودی، اگر از 10 تا کار رژیم که میکرد یکیشو تعریف میکردی، حالا نه که 10 تاش تعریف کنی، بگی آقا این 10 تا کاری که رژیم قبلی انجام داده 9 تاش بد ولی این یکیش خوب، اون وقت تو روشن فکر نبودی. روشن فکر به شرطی بودی که همه کارهایی که رژیم میگفت همه رو باید بگی بده و در اون صورت روشن فکر بودی. پس بنابراین یه سری اومدن، آقای خمینی اومد سر همه رو کلا گذاشت، شیاد بزرگ قرن بود، من بعضی ها میگن آخوند بی سواد، اصلا بسیار زیرک بود، بسیار زیرک بود. من دقیقا میدونم، یعنی آقای نادر نادرپور در یه مقاله نوشته بودن که من میدونم ایشون که دروغ نمیگن، که ایشون گفت من با یکی از فامیلای آقای همین خمینی، با اون فامیل آقای خمینی گفتم این آقای خمینی چرا این قدر استعاجیار میزنه، گفت اینجوری حرف نمیزنیم، جلو مردم اینجوری حرف میزنیم. رفتیم پلوش نشستیم، دیدیم خیلی محکم قشنگ خوب صحبت میکنه، از مولانا میگه و یه دفعه دست کرد زیر دوشکش مولانا رو در آورد، چند خط شروع کرد به خوندن، بعد یک طلبه در زد اومد تو، بلافاصله مولانا رو کرد اون زیر خواهیم کرد، دوباره شروع کرد همون لحن
من گفته بودم، که شما گفته بودید، اینجوری حرف زدن و همه هم گول زد. یعنی اگر مثلا هر گروه سیاسی که رفتن پلوش، میگم هر گروه سیاسی ها، یعنی مثلا یک گروه خاصی نیست، یعنی توده یا مجاهده ها، جبهه ملی، نمیدونم چپی ها، همه رفتن پلوش، آقای خمینی گفت که من که مزاجم اجازه نمیده که بیام در تهران کاری بکنم، من که ضعیفم، باید برم قم، باید برم طلبکی بکنم، شما باید مملکت رو اداره کنید. به همه گروه سیاسی اینجوری القا کرد که من که اومدم حکومت رو شما از دست من خواهید گرفت، و همه به اون امیدی که حکومت از دست خمینی خواهند گرفت اومدن و باش همکاری کردن. و ضمناً قطعا بدونید که، ببینید، من یک مطلبی رو خوندم در مثلا مطلب نقل سخنرانی یکی از نخست وزیرهای انگلستان، متاسفانه کاغذش رو نتونستم حفظ کنم، شاید هم تو کاغذم داشته باشم بگردم پیدا کنم، که نخست وزیر انگلستان مثلا در 100 سال پیش میگه که ما باید مواظب باشیم که از ایران یه نادر دیگه بر نخیزه، ما باید مواظب باشیم ایران ترقی نکنه. لذا بریتانیا همیشه سعی میکنه که ایران رو عقبونده نگه داره. این دشمنی یک دشمنی مالندوزی نیست، میدونید منظورم چیه؟ منظورم که ابرقدرت ها، یعنی فرانسه، آلمان، روسیه، نمیدونم اسپانیا، اینا همه سعیشون این بوده که از کشورهای ضعیف بچاپن مثلا اون دارایی ها اونا رو به قیمت نازل از دستشون در بیارن. ولی بریتانیا دست ایران وقتی دارایی ها رو میخواد نازل دست در بیاره، یه لغت هم میزنه که پای ما هم بشکنه که دیگه راه اصلا نتونه بره. یعنی به این شکل نه فقط اون پول رو میگیره، اون امانتی رو میگیره، بلکه یه ضربه هم میزنه. و این کار کرد. ببینید، من خدمت آقای سوروی قبل از برنامه روز قبل صحبت میکردم، گفتم که اونایی که در تهران بودن در زمان انقلاب یادشون هست که مرتبا مردم به بی بی سی گوش میدادن، بی بی سی میگفت آقا فردا شب برید مثلا خیابان شهباز، کوچه فلان، مسجد فلان، آیت الله، نمیدونم فلان، که ما اسمش هیچ وقت نشینده بودیم مثلا، اون اونجا سخنرانی میکنه، مردم میرفتن اونجا. بعد شب بعدش میگفت این دفعه برید مثلا میدون فوزیه یا میدون هرچی، اونجا یه کوچه هست، اونجا هست. یا میگفت تظاهرات فردا شروع میشه مثلا از قیطریه و میاد پایان به طرف میدون مثلا آزادی یا میدون شهیاد. اینا همه رو بی بی سی برنامه داشت. حتی شاه اعتراض کرد به سفیر انگلستان که آقا این بی بی سی داره دقیقاً بر علیه من کار میکنه. سفیر انگلستان گفت بی بی سی یک بنگاه مستقله و ما اختیار روی دولت بریتانیا، اختیار روی بی بی سی نداره. در حالی که دروغ میگن، چجوری میشه بودجهشو بدن؟ اختیار نداره بودجه. اگه خودش باشه، مثلا فرض کنیم که تلویزیونای امریکا که بودجهشون خودشون میدن، در نتیجه ممکنه دولت روشون دخالتی نداشته باشه و بیا مثلا به برعلی آقای ترامپ حرف بزنن. ولی بی بی سی بودجهش تحت اختیار دولت بریتانیاست و دولت بریتانیاست که اونجا رو اداره میکنه و خط بهشون میده چیکار بکنن. و بی بی سی اومد این کار کرد. یعنی ما در اواخر رژیم گذشته گروه های سیاسی که رفتن زیر عبای آقای خمینی و تمام کشورهای بزرگ هم میخواستن که رژیم قبلی سقوط کنه و نگران این بودن که ژاپن دومی ظهور کنه و منافع اونا رو به خطر بندازه، و همینطوری که فکر میکردن که ژاپن یه زمانی کشور عقب مونده بود و اینا چشم بستن تا ترقی کرد و اومده بازار الکترونیک و بازار اتومبیل و بازار تلفن و بازار خیلی چیزا رو دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گرفته، نگران بودن که مبادا ایران هم اینطوری بشه و اومدن همه دست به دست هم دادن از داخل و خارج و رژیم رو سرنگون کردن و آقای خمینی رو آوردن سر کار. آقای کانتر، بله، آقای مینوی، شما گفتید بی بی سی. من خدمتتون عرض کنم که جدیداً بی بی سی دیگه بودجهش از اون وزارت امور خارجه انگلستان نیست و تقریباً داره میشه مثل تلویزیونای آمریکایی. ولی اون زمانی که شما میگید درسته، اون موقع اصلا بنگاه سخن پراکنی دولت انگلستان بود. شما در رابطه با ایران واقعا فکر میکنید دولت‌های خارجی با یک
صنعت مونتاژ پیکان و یه ذوب‌آهنی که خریده بودیم از یه جای دیگه، اینا فکر میکردن ما رقیب، ما میشیم ژاپن دوم. واقعا شما خودتون به عنوان یه دبیر، یه مدیر اینجوری فکر میکنید؟ اون موقع اینجوری فکر میکردید دوره شاه که ما داریم میشیم ژاپن؟ ببینید آقای صبحی، من دوره شاه حقیقت بگم به شما، من در تلاش معاش بودم، زیاد به سیاست کاری نداشتم و مطالعه نمی کردم. یعنی من همونطوری که شما خودتون گفتید یک دبیر بودم، دبیر فیزیک بودم. اگر یک کسی با حقوق دولتی میخواست زندگی کنه نمیتونست خوب زندگی کنه. من اگر مثلا فرض کنم که در اون آخرین دورهای رژیم گذشته خونه داشتم که دو طبقه بود، پایین دوبلکس بود، یعنی پایین اتاق پذیرایی و نهارخوری و آشپزخونه به هم وصل بود، بالا چهار تا اتاق خواب داشت و استخر داشت، میبایستی سخت کار میکردم. لذا من دبیر فیزیک کلاس‌های کنکور خارج بودم. یک آقای مدیر دروسی داشت، حالا اسمش یادم نیست، یادی اگرم شک دارم در اسمش، زنگ میزد به من، مینوی قاه قاه میخندید. گفتم چرا میخندی؟ دوباره میگفت مینوی قاه قاه میخندید. گفتم آخه چی شده؟ چرا قاه میگی؟ قاه قاه میخندی؟ میگفت جمعاتم پر کردم. میدونی یعنی چی؟ یعنی هفت روز هفته بعد دو ماه که تا کلاس کنکور، تا کنکور شروع میشد، مثلا یه ماه و نیم دو ماه کلاس های کنکوری که فشرده اونجا تشکیل شده بود، این برای من روزای جمعه هم درس گذاشته بود. ولذا من فرصت این که برم مطالعه کنم و روزنامه بخونم و در جریان کارهای سیاسی بودم باشم نبودم حقیقتش. ولی اون روز آخر، روز آخر رژیم، من به همه میگفتم، میگفتم ببینید عزیزان من، بی بی سی که خوبی ما رو ما نمیخواد، که هرچی این میگه به نظر ما باید برعکسش عمل کنیم. این اگه میگه فردا برید میدون و فلان، ما نباید بریم فردا و میدون. اگه میگه برید مسجد و فلان، ما نباید بریم اون مسجد. میدونید آقای صبحی، من یه روز سه چهار ماه به انقلاب مونده، یه روز آقای خمینی گفته بود که ماشیناتون رو نیارید بیرون، میخواست امتحان کنم این حرفش چقدر به اصطلاح کار عمل میکنه در ایران. من ماشینم ورداشتم، پسرم ببرم بذارم مدرسه، برم خودم سر کار. سر چراغ قرمزی که بستگان دورمون گفت مینوی چرا ماشین آوردی؟ گفتم چرا باید نیارم؟ گو آقا گفته نیاری. گفتم من به حرف اوباش گوش نمیدم. ببینید جناب سوری، یعنی اون موقع من نظرم در باره خمینی یارانش اینجوری بود که اینا اوباشن. حالا چرا میگفتم اوباش؟ برای که در سال 1342 اینا اومدن از یه تظاهراتی راه انداختن و از جانب ورامین یه سری راه افتادن، اومدن از طرف بازار کمکشون کردن، اومدن یه جایی رو خراب کردن، یا اتوبوسا رو آتیش زدن، یه کاری کردن، اومدن توی میدون ارگ توی اداره رادیو. آقای علم دستور داد، گفت با بلنگو بگید برن بیرون، اگه نرفتن شلیک کنید. شلیک کردن، قاعده تموم شد. اما آقای سوربی، یه دونه اونایی که تو تهران زندگی میکنن این آدرس رو شاید یادتون باشه، ببینید از خیابون ژاله که میرفتیم طرف میدون ژاله که بریم طرف نیرو هوایی، از بین اون یه سراحی بود، حالا از یادم نیست، پشت بالای بارستان بود، از اونجا که میرفتیم به طرف میدون ژاله، وسط راه یه چهارراهی بود به نام آب سردار، گوشه چه به دبیرستان بود به نام دبیرستان اسدی دخترونه، اون طرف ترش یه عقضی فروشی بود. ببینید عقضی فروشی تو تهران به جایی میگفتن که غذا هم میفروختن و مشروب هم میفروختن و مردم میرفتن مثلا میخریدن، اغلب هم سرپایی اینا هم میخوردن دیگه، یا مثلا آبجو میخریدن میخوردن. ما هم دانشجو بودیم موقع، میرفتیم اونجا مثلا گاهی وقتا یه آبجو یه ساندویچی میگرفتیم و یه آبجو میخوردیم. بعد که این اتفاق افتاد رفتیم اونجا، گفتش که ببینید مغازه همه شیشه‌ها شکسته بودن، گفت ببینید این آبجوهای شمس و آبجوی شمس و مجیدیه و آرگو رو همه رو شکستن، عرقای ارزون قیمت همه رو شکستن، این طبقه ها که ویسکی و مشروبات گرون قیمت کنیا بوده همه رو بردن. یعنی شما این اسمشون چی میذاری؟ اینا اسلامی نیستن که، اینا اوباش هم بله. اوباش یعنی اجازه بدید آقای مینوی، اینا مشروب فروشی رو غارت میکنن بله. ولی مشروبا رو میشکنن، ولی مشروبای گرون میذارن زیر کتشون توی جیبشون میرن.
اجازه بدید آقای میروی، چون این برنامه داره روی فیسبوک هم به صورت زنده پخش میشه، دوستان هم که نظر میدن اونها هم شرکت بدیم. آقای سعید کاووسی که خودشون هم مجری برنامه بودن در تلویزیون رنگارنگ هم در تلویزیون یو اس ایران نوشتن که شما همچین میگین آخوند، که این انگار اینا از یک دنیای دیگه آمدن، اینا هم مثل من و شما ایرانی هستن. آقای علیرضا سلیمانی میگه ژاپن ترقی کرد چون تسلیم آمریکا شد و در خط آمریکا بود، وگرنه این رشد را نمی کرد، چون اعتبارات نقدینگی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و و و بازار فروش آمریکا، اروپا و غیره را به ژاپن نمی دادند. کره جنوبی هم تا حدودی همینطور شد. بعد دوستمون آقای بها ابهری نوشته من یادم نمیاد خمینی هرگز گفته باشه ماشین سوار نشین. اجازه بدین من اینجا بیام در تایید حرف شما بگم. وقتی میگفتن خمینی گفته مثلا امروز این کارو بکنید، دوستان خمینی همین جور که آقای مینوی گفت خیلی باهوش، خیلی دنبال برنامهش بود و پیگیر بود. منظور پایگاه‌های خمینی بود، یعنی خمینی باز این کار را هم به نحو احسن انجام داده بود که تصمیم گیری رو تقسیم کرده بود روی افرادی که قبولشون داره، هر آخوندی توی شهری، هر مسجدی، هر اینا شده بودن پایگاه. و ممکنه مثلا تو تهران فلان آیت الله مثلا مکارم گفته بوده فردا این کارو بکنیم، ولی اون میخواسته ببینه که ما که به مردم بگیم چقدر مردم ریاکشن یعنی عکس العمل نشون میدن تا بر اساس این تصمیم بعدی رو بگیریم. من خیلی خوشحالم که خود آقای مینوی امروز اینو گفتن. این نتیجه میشه که من بگم خب آقای مینوی، شما وقتی در برنامه‌ای 3-4 هفته‌ای که ما اینجا پخش کردیم میگید که توی ایران الان منتظر رضا پهلوی هستن و چنین و چنان، چرا آقای رضا پهلوی یه فراخوان نمیده که ببینه به قول معروف چند مرده حلاجه، مردم چقدر گوش میکنن؟ نه اینکه بگن سیزه به در برید بیرون، نه اینکه بگن عاشورا بیان بیرون، اینایی که مردم میان نه، یه روز معمولی مثلا همون اول ماه مه بگن هیچکی نره مدرسه، بیان تو خیابون بشینن، بچه‌ها تو خیابون بشینن. ضمناً شما خودتون بارها تو برنامه گفتید که دوره شاه افراد ساده هم یه حقوقی داشتن، میتونستن خوب زندگی کنن، حتی خارج میرفتن، ولی امروز شما خودتون اذعان کردید که شما حقوقتون کافی نبوده و باید 7 روز هفته رو کار میکردید تا امورتون بگذره. این زد و نقیض گویی هست که بعضی از دوستان میگن آقای مینوی آدم خوبیه، ولی بعضی وقتا وقتی صحبت میکنن گرفتار احساساتشون میشن. شما راضی بفرمایید سوربی عزیز و همه تماشاگران عزیز تلویزیون مردم، ببینید ما ایرانی ها یه اخلاقی داریم، حرفو گوش میدیم و میفهمیم به دلیل اینکه جوابش بدیم، حرفو گوش نمیدیم به دلیل اینکه بفهمیم، گوش میدیم که جواب بدیم. میدونید چی منظورم چیه؟ یعنی از حرف طرف ما نمیخوایم بفهمیم به طرف چه نکات خوبی رو داره بیان میکنه، ما تو ذهنمون میگنیم اینیم کجا مچشو بگیریم، کجا بهش جواب بدیم. جناب سوربی عزیز ببینید، همه معلمین، همه آموزگاران، همه دبیران زندگی میکردن. من یادمه که مثلا یک همکاری ما داشتیم در یه جایی که خب به همون حقوق دولتی خانه بود، توی جوادیه یه آپارتمان دو اتاقه بهش قسطی فروختن. خب این بود، من میخواستم خانمم ماشین آخرین سیستم داشته باشه، خودم ماشین آخرین سیستم داشته باشم، بچه‌ها همه لباسای مد جدیدی که از خارج میومد بپوشن، و گفتم یه خونه داشته باشم با استخر و دوبلکس، 4 تا اتاق خواب بالا، اتاق پذیرایی و نشیمن و آشپزخونه همه به هم سر هم پایین. خب این که در حد همه معلومه که حتی ممکنه که دبیرای امریکا هم چه زندگی نشه بشن، دبیرای مثلا فرض کنید که فرانسه هم چه زندگی نشه بشن. تو همه دنیا حقوق دبیران یک حقوق محدودیه، یعنی نمیتونن زندگی خیلی پخش و پلای داشته بشن. این چه نکته ای رو میرسون، چه ایرادی بر من وارد میشه در این قضیه؟ ببینید همونجور که خودتون گفتید، ما نشستیم حرفای شما رو گوش میدیم. وقتی خود شما
میگید که حقوق دولتی نمیتونست خوب زندگی کنه. بلا فاصله این میاد تو مغز آدم که چرا تو مملکتی که اینقدر نفت داشتیم، چرا تو مملکتی که حتی به سوئد و اینور اونور پول میدادن، حالا به عنوان وام میدادن یا وامهای بلا عوض و اینها، چرا کارمند دولت نباید خوب زندگی کنه؟ شما بله درست میگید، شما میخواستید بهتر زندگی کنید، ولی ما میگیم شما که میخواستی بهتر زندگی کنی مجبور بشی اضافه کار کنی، ولی اونی که میخواد خوب زندگی کنه یعنی یک زندگی معمولی خوب رو باید داشته باشی. حالا اگر فکر میکنید که از صحبتهای شما من شنونده فقط میشینم میخوام ایراد بگیرم، باز اینجا وظیفه شما سنگین تر میشه که صحبتاتون رو چنین یعنی مواظب باشید بگید که به من این امتیاز رو ندید تا بتونم از صحبتهای شما حالا یا گل بگیرم یا اشکال بگیرم یا هرچی. در صورت من ممنونم. در همین ماجرای خمینی گفته یا تظاهرات هایی که تو ایران من بودم، شبنامه هایی که می اومد می گفت فلان ساعت برید صبح مسجد حبیب، بعد وقتی میان می ریزن اونجا برید در تهران از بی بی سی گوش می کردم. بله نه، من تو شیراز اگرم دیگران گوش میدادن، من چون تو هوابرد شیراز و یه نیروی مشترکی بود اون موقع به عنوان نیروی ویژه برای حکومت نظامی، چون شاه هیچ وقت نیروی ضد شورش درست نکرده بود، وسیله نداشت، ماشین آب پاش مثل این آخوندان نرفته بود لباسایی بگیره که مثل این به اصطلاح لاک پشت تا پشت گردنشون میپوشن و اینها، شاه فکر میکرد مردم دوستش دارن و خودش هم یه جا گفته بود که 90 خورده درصد مردم ما رو دوست دارن، یه چند درصد هستن که اونا اصلا قابل ذکرم نیستن. به همین دلیل ما وقت مثلا رادیو گوش دادن اینا نداشتیم، مخصوصا منی که وظیفه بودم تو اون حالت ترسناکی که فردا چی میشه، از اون ور هی آگهی و شبنامه میمد که فرار کنید، ما حتی میایم به اصطلاح حقوق بهتون میدیم، حتی به اونایی که کادر بودن وظیفه نبودن میگفتن شما فرار کنی از ارتش ما میایم حقوق میدیم، و دادند آقای مینوی، دادند حقوق و اینها. این اشکالیه که من از آقای رضا پهلوی میگیرم. توی صحبتهای شما دیدم یه جایی داشتید قشنگ مقایسه میکردید که مردم اگر انتخاب داشته باشن بین آقای شاهین نژاد، خانم مریم رجوی، آقای رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی یه سر و گردن از ایشون بالاتره. من خودم رو مثال میزنم بعدن از شما میپرسم، خداییش من اگر اینجا یه شرکتی داشته باشم بخوام یه نفر رو استخدام کنم، آقای نژاد رو استخدام میکنم که توی شرکت آمریکایی کار کرده، بلده دوتا عدد و رقم، نمیام آقای رضا پهلوی رو استخدام کنم که هر شرکتی رو باز کرده با ضرر بسته شده، دو سه تا بانک باز کرده، پولای خودشو، عمهشو، مادرشو، آقای شهبازی و دیگران که براش کار کردن این پولا رو گرفته و نابود کرده، و تنها به این دلیل که ایشون بچه شاه هست و شازده هست ما بهش نمیگیم شما یک سر و گردن از دیگران بالاتر هستی. حالا اگه شما شرکتی داری حاضری دست رضا پهلوی بدی، اون حق شما، صاحب شما هستی، ولی آیا ایران رو ایشون با 80 میلیون نفر به نظرتون میتونه اداره کنه؟ ایرانی که پدرش با 30 میلیون نفر نتونست و عاجز بود، واقعا فکر میکنید شما آقای رضا پهلوی اگه امروز بره ایران میتونه ایران رو کنترل کنه بودجه و... بله جان، الان چند نفر سوال کردن، من فرصت اینکه بهش کدوم جواب بدم پیدا نکردم. بله. مطلب رو شما یه دفعه عوض کردی، چون مطلب درباره این بود که ما انقلاب کردیم چه اشتباهاتی کردیم در اون زمان و چه جوری شد اینطوری شد، شما یه دفعه رسوندید به آخر. از اون عزیزانی که سوال کرده بودن اینا رو به من یکی یکی بگید من جواب بدم تا بریم این بخش. بله، آقای سلیمانی گفته بود که ایران قابل مقایسه با ژاپن نیست، ژاپن به این دلیل پیشرفت کرد که تسلیم آمریکا شد و آمریکا برای بازسازیش و اینا حتی یه مقداری بازار جهانی رو هم در اختیار اونها گذاشت. بعد ایشون مثال زده بود که کره جنوبی هم تقریبا همینجور، یعنی میخوان به شما بگن که اصلا امکان این که ایران رو با ژاپن اون زمان مقایسه کنید
نبوده. میخوام به این صحبت نه. شما ببینید من ایرانو میگم، من اینطوری عرض کردم، گفتم که مبادا ژاپن دوم بشه. از اینکه مبادا ژاپن دوم بشه خواستن ایرانو سرنگون کنن. ببینید نهایت پیشرفت یک کشور جهان سوم اینه که متخصصین اون کشور که رفتن خارج برگردن به اون کشور به میل خودشون. و در ایران در این چند سال آخر رژیم متخصصینی که از ایران رفته بودن بیرون و در بیرون متخصص شده بودن در سازمان‌های بسیار بزرگ خارجی کار میکردن، دونه دونه برمنگشتن به ایران. و این برگشت اینها به ایران هشداری بود برای ابرقدرت‌ها که اینجا داره ژاپن دوم میشه. و خب حالا شما بگید نمیشد، من بگم میشد که نمیتونیم که شرط بندیم. به نظر من نگرانی این بود که مبادا ژاپن، حتی من در یک خوندم بعد از چندین سال از آقای جیمی کارتر پرسیدن تو در گوادلوپ چی تونستی بگی به سران کشورها که همه قبول کردن که ایران رو سرنگون کنن، شاه رو سرنگون کنن؟ آقای جیمی کارتر نه اون موقع، بعد از چند سال اخیراً جواب داد، گفته من بهشون گفتم اگه شما این رژیم رو نیندازید ژاپن دوم میشه. من فکر نمی کنم حتی اگه بخواین، من چون اینایی که با جیمی کارتر هستن و تو دفترش و اینا، حتی یه دفعه قرار صحبت داشتیم که من به خاطر یه برنامه‌ای نرفتم، میتونم اینو ازش سوال کنم، ولی همچین چیزی نبود. احتمالاً اونی که شما خوندید دنباله برنامه‌هایی هست که دوستان توی لس آنجلس وقتی آقای کارتر کتابی نوشته بود در رابطه با فلسطین و تبعیض نژادی و آمد توی لس آنجلس، ایرانی‌ها به جایی که حالا برن اگه انتقادی هم دارن انتقاد کنن، وایسادن کاری کردن که اصلا شایسته یه ملت نبود. و این نوشته های اینجوری رو شما میتونید با دفترش تماس بگیرید. و اون گوادلوب میگن اصلا چیزی در رابطه با ریزش ایران نبوده، مثل یه میتینگی بوده که قرار بوده انجام بشه، انجام شده. چیزی که هست حالا همزمان شده با اون موقعی که این مشکل و معضلات ایران هم پیش اومده. در صورت مسائل زیاده. برگردیم به اون چیزی که شما تو برنامه‌هاتون گفتید، ماجرای فوتبال و اینکه 50,000 نفر میگفتن رضا شاه، 50,000 نفر میگفتن روحت شاد. من با شما صحبت کردم تو برنامه ها، من بارها گفتم اگه قرار باشه من از یک گروهی متنفر باشم، از این سینه زنی ها متنفرم که میرن به عنوان سینه زنی میرن دختربازی، و از اینایی که میرن فوتبال زنشون، خواهرشون، همسرشون رو میذارن خونه و میرن فوتبال. حالا اگر تو میدون فوتبال یه کسی شعار میده اینور میگه رضا شاه، اونور میگه روحت شاد، من میدونم، شما میدونی، اگه یه نفرم از اینجا بگه شیر سماور، اون نصف دیگه میگن فلان داور. پس این یه چیزیه که نمیشه بر اساس یه شعاری در بازی فوتبال سرنوشت یک مملکتی رو تعیین کرد. و من میگم اگر شما باور دارید میشه، فردا زنگ بزنید به دفتر آقای رضا پهلوی، بگید آقای رضا پهلوی شما منتظر چی هستی؟ همین چیزی که من به مجاهدین میگم، سوال کنن آقا شما اگه باور دارید الان گروه های شورشی در ایران راه افتاده فعال هستن، دیگه منتظر چی هستی؟ خب مگه خمینی وایساد همه کلید و تاج و تخت و اینا رو بهش بدن؟ بلند شد اومد اونجا، خطر سقوط هواپیما و زدنش و اینها هم بود. ولی این مسئله فوتبال، من بارها گفتم به شعار بازی ها، شما میدونید انگلستان بدترینش هست، هر وقت بازی میشه اینا میان تو خیابون میزنن، شیشه ها رو میشکنن، چی میکنن، فردا مردم میرن دنبال کارشون. تا اون زمانی که کارگرا، معلمین، اینها اعتصاب نکنن، اعتراض نکنن، وجوه مشترک پیدا نکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. این که 4 تا دانشجو میان یه کاغذی میگیرن دستشون، خب دانشجو نره مدرسه. من و شما دوتامون دبیر بودیم میدونیم، من و شما از خودمون مدرسه تعطیل بشه بریم دنبال کارمون، آخر ماه هم حقوقمون پرداخت بشه. ولی کارگر، امروز دیدم کارگر راننده های کامیون شکایت کردن از گرونی و بدی لاستیک های چینی که میخرن 4 میلیون برای ماشینشون، بعد رو اولین آجری که میره لاستیک به اصطلاح پاره میشه. اینا اگه ماشیناشون رو پارک کنن، اینا اگه اعتراض کنن طوری میشه. هیچ وقت شما تماس گرفتید با دفتر رضا پهلوی ببینید برنامه ایشون برای فردا چیه؟
نه من اصلا تماسی ندارم. آها خب بله. خب شما در این موردی که دوستان صحبت کردن، باز یه دوستی گفته که ترکیه با تمام کمک ها و وام های جهانی بیشتر جوانان با سوادش نسبت به ایران مهاجرت میکنن. این در رابطه با اون که شما من درست سوال متوجه نیستم، نسبت به ایران مهاجرت میکنن یعنی چی؟ یعنی اونا مهاجرت میکنن به غرب؟ بله بله، یعنی جوانان با سواد ترکیه بیشتر از جوانان با سواد ایرانی از ترکیه مهاجرت میکنن به خارج از ترکیه. البته اونها در مهاجرت آزادتر از ما هستن. آها بله. آقای خوشنودی از کالیفرنیا میگن که آخه آقای مینوی با چه چیزش ایران ژاپن میشه؟ با مردمش، با صنعتش، با تکنولوژی، با کشاورزی، یا با پیکان قرازه و اتوبوس‌های بنز لکنته سرهم کردن؟ بله خب حالا میشه همه چیزی میشه گفت، قرازه، لکنته، سرهم کردن، ولی من براتون یه مثال بزنم. من یه زمانی یه شرکتی ویزیتور بودم، یعنی این کارشناسای خارجی که میامدن ما اینا رو میبردیم با صاحبان کارخونه ها آشناشون میکردیم که اونا میخواستن جنسشون رو به اینا بفروشن. من توی یه شرکتی کار میکردم که نمایندگی اینا رو داشت، و اگر مثلا اون شرکت انگلیسی یک مثلا دستگاه ملامین سازی یا پلاستیک سازی به این کارخونه میفروخت، یه سهمی به شرکتی که من توش کار میکردم میرسید و اونم یه سهمی به من میداد. درست؟ ما رفتیم توی دوربرای میدون فوزیه، یک گاراژی بود، یه جایی بود، اون گوشش یک کارخونه بود، کارخونه ملامین سازی بود. بعد اون صاحبش مثلا اسم کوچیکش حالا یادم نیست، ولی اون حالتش اصلا دقیقاً توی ذهنمه، گفتش که این this is، انگلیسی هم بلد نبود ولی گفت this is made in Germany، یعنی یه ماشین دستکار نشد و گفت این مال آلمانه، this is made in England، بعد گفت this is made in اکبر، خودش نشون داد، گفت this is made in اکبر، یعنی گفت این مال من اکبره، یعنی من خودم اینو ساختم. ببینید من مثلا توی صنعت ملامین سازی کار کردم، میدونم بچه ها یک دستگاه های ملامین سازی می ساختن که به مراتب از ملامین سازی های انگلیسی و آلمانی بهتر بود. ببینید من براتون یه مثال بزنم، دستگاه ملامین اینطوریه که مثلا این یه قالب نر داره، یه ماده داره دیگه، یه موادی رو یه مثل بشقاب بنن، یه گودی بشقاب، یک اون بالایی میره تو این، تو این گودی پودر ملامین میریختن، اون بالایی میامد به این میچسبید، تحت فشار و حرارت این پودر ملامین خمیر میشد، خمیر میرفت اینو پر میکرد، اون بشقاب ملامین ساخته میشد، بعدش هم اون رشگله مینداختن براق کنه میذاشتن. متوسطی دستگاه میرفت بالایی مدار طول میکشید تا بیاد پایین، اون روغن خالی بشه، دوباره آماده بشه برای نفر بعدی. دو تا شریک بودن به نام سفری و باغبانی، اینا بسیار بچه های خیلی خوبی بودن و خیلی ما رو حمایت میکردن. ما یک دستگاه خیلی کوچیکی بودیم، مثلا ما دوچرخه بودم، اونا تریلی، ولی تریلی دوچرخه رو حمایت میکرد. یه دستگاه ساخته بود، آخرین روزایی که من از ایران میامدم من رو برد نشون داد، گفت ببین این که میره این پر میشه، این دکمه رو میزنی ویش، یه پمپ جداگانه گذاشته بود که روغن زیر سیلندر رو خالی میکرد، زود خالی میشد. در نتیجه مثلا اگر با دستگاه آلمانی میتونستی در عرض مثلا یک ساعت 30 تا بشقاب بزنی، با دستگاه میشد در عرض یک ساعت 40 تا بشقاب بزنی. بسیار پیشرفته بود. شما این که میگید پیکان لکنته، خب بگید لکنته اب نداره که، ولی من خودم پیکان 47 خریدم. من در یه شهر زندگی میکردم اون زمان به نام تفرش، اگر اهالی اون منطقه بدونم، تفرش یه شهر کوهستانی بین کوها قرار گرفته. ما میرفتیم روستاهای اینجا به عنوان تفریح و گردش، روستاهاش با قاطر باید میرفتن، جاده‌ای که داشت بسیار مشکل بود، یه بخشی بود میگفتن جیپ رو، یعنی جیپ هم میتونه بره. من با اون که پیکان چلف اون بخش جیپ رو تا جایی که جیپ رفت رفتم. حالا شما بگید پیکان لکنته، یا بگید پیکان خرازه، یا بگید پیکان مونتاژ. ببینید آقای بله عرضم به خدمت شما که بله اجازه بدید آقای مینوی، این دوستان خیلی هیجان زده شدن که شما امروز اینجا هستید و برنامه زنده است.
آقای عزیز عیسازاده، عزیز من کامنت شما رو میبینم، ولی کامنت شما خیلی طولانیه و اگه شما میخواین شماره تلفن آقای مینویی اونجا نوشته شده تماس بگیرید، با خودشون صحبت کنید، یا الان یا بعدن. بله الان که ساعت 5:39 نیویورک هست، این برنامه زنده است. ایشون باور کنید قد دو صفحه ریز ریز نوشتن، آقای مینویی نوشتن که آقای سوربی اگر این برنامه زنده است لطفا من آنچه میفرستم در برنامه پخش کنید. متشکرم. شاه همه احزاب و روشنفکران از هر گروه را سرکوب کرد و تنها قشری که اجازه هر گونه فعالیت را داشت همین آخوندها بودند و عاقبت خود شاه را همین آخوندها بیرون کردند و آمدند و تمام قدرت و مملکت را هم قبضه کردند. حالا باقیشو بعد اینجا میذارم، آقای مینویی براشون میفرستم تو برنامه‌های آینده استفاده کنن. دوستان ببینید، وقتی یه نفر مهمون میاد اینجا قرار نیست تمام چیزایی رو که هممون میدونیم و باهاش توافق داریم همه اونها رو صرفا عنوان کنیم که بگیم بله منم تاریخ میدونم، منم بلدم. همه ما اینا رو میدونیم. اشتباهی که شاه کرد، اشتباهی که از ترس کمونیستا رفت به دامن اسلام، اتفاقا همون سال 42 هم که خمینی و یارانش آمدن عرق فروشی ها رو به اصطلاح زدن داغون کردن، اونایی که شیرازی هستن میدونن خلیل سوربی همون روز کشته شد که همه اومدن خونه ما، چون داداش منم اسمش خلیل سوربیه و فکر کردن داداش من کشته شده. ببینید شاه اشتباهی که حالا اون خلیل سوربی کی بود آقای سوربی؟ آها این خیلی جالبه آقای مینوی. خلیل سوربی فامیل ما بود که مادرش به اصطلاح خواهر آقای دستقیب بود و این آخوندهای دوز حتی اسم مردرم دزدیدن. بعد از انقلاب این خلیل سوربی آمدن روی سنگش اسمش عوض کردن، کردن خلیل دستقیب، در صورتی که پدر ایشون عزیز سوربی بود. بعد از اینم که این پسر کشته شد یک حالت دیوانگی بهش دست داد، میگفت پسرم رفته تهرون، منم میخوام برم تهرون، پیاده راه افتاد و خیلی ها میگفتن معلوم نشد چی شد. ولی خلیل سوربی مادرش خواهر آقای دستقیب بود، پدرش عزیز سوربی بود که فامیل ما بود و اینها به غیر از اینکه کتابخونه ملی رو کردن کتابخونه دستقیب، همون امام جمعه‌ای که مجاهدان منفجرش کردن، قبر آقای خلیل سوربی هم که روز 15 خرداد 42 کشته شده بود اونم عوض کردن، روی سنگ قبر نوشتن خلیل دستقیب که به این وسیله بگن ما هم شهید دادیم و اینها. ولی ببینید مشکل از خمینی نبوده، مشکل از شاه بود که تکلیف خودش رو نمیدونست. اگه شاه آمده بود گفته بود که من این کشور دین رسمی شیعه نیست، من دوست دارم مشروب بخورم، خمینی تو دوست نداری مشروب نخور. ولی شاه چون میترسید، حتی میدونید که میگن اون روزی که کارتر اومد اونجا اینا شراب خوردن به سلامتی، هم قرار بوده اون دوربین بره چلچراغ رو نشون بده، اون دوربین یه مقداری حرومزادگی کرده، شراب خوردن اینا رو نشون داده، مردم رو عصبانی کرده. خمینی بهش گفت آقا تو اگه میگی من شیعه هستم، شاه مملکت هستم، قانون مشروطه میگه آخوندها 4 تاشون باید مهر بزنن، رأی زنا دادن درست نیست، نمیدونم از فئودال زمین رو گرفتن دادن درست نیست، توی اسلام همیشه این قانون فئودال بوده، قانون کارگر روی زمین بوده، حتی به یه نوعی برده هم بوده. یعنی حقیقتا میگم خمینی میدونست چی میخواست، دنبالش بود و گرفت. بیچاره شاه بود که تکلیفش رو نمیدونست. همین دوستمون آقا رضا پهلوی اینجا هنوز نمیدونه که میخواد شاه باشه یا نه. شما نگاه کنید هر وقت شلوغ میشه میاد فوری دستبند سبز میپوشه میشه سبز، هر وقت خاتمی میاد این میاد میگه این گورباچوف ایرانه، همچین که سر و صدا افتاد میره دنبال هر جا هر کاری که میخواد بکنه که آزاده، ولی از خودش برنامه نداره. این که من با آقای زرابی توی آلمان میگم، به شما میگم که خب شماها اگه واقعا به این شخص اعتقاد دارین بهش تماس بگیرید، بگید که من آقا پشت سر شما هستم، من حاضرم مالن جانن شما را حمایت کنم، شما برنامه چیه؟ اگه گفت که من یه برنامه محرمانه ای دارم ولی به شما الان نمیتونم بگم، باز بگید اوکی آقا این شماره من، این اطلاعات من،
هر وقت خواستی من سرباز پیاده شما هستم. نداره برنامه آقا. و چرا نداره آقای مینویی؟ من و شما مگه جای این بودیم نمی رفتیم ایران. پدر بزرگمون به اون صورت، پدرمون به اون صورت، حالا هم 3 تا دختر داریم، پسر نداریم. یعنی من اگر آقای رضا پهلوی باشم الان داره میشه 60 سالش، بلندشم برم ایران، پدر این بنده خدا که 60 خورده سالش، 61 سالش بود فوت شد. رضا شاه عمر طولانی نداشته به نسبت دیگران، اینم معلوم نیست که عمر طولانی داشته باشه. حالا بگیم 20 اون دو تا پادشاه دقمرگ شدن. بله. خب حالا فکر کنید آقا رضا بره ایران، میرسه به یه عده 80. من دوست دارم شما بفهمید شاهزاده رضا پهلوی آقا رضا یعنی چی. خب ببینید، من شما پدرتون چه کاره بوده؟ پدر من کارمند دولت. خب من میتونم به شما بگم کارمند زاده؟ بله. غلطه. شما اگر یه مقداری مطالعه کنید راجع به رضا خان، وقتی خودش رضا خان بود و سردار سپه بود، بعد که شد شاه همون اوائل دستور داد کلمه میرزا پسوند 16 و نمیدونم اینا رو از بین ببرید، و یه مدت هم همه رو بردن از بین. چیزی که هست متاسفانه بعدن این جا افتاد، و این موقعی که میگفتن این فلانی شاهزاده است، این فلانی، این برای موقعی بوده که فامیل و اسم نبوده. آقای سوربین، شما اگر بخواید درباره شاهزاده رضا پهلوی با هر عنوانی صدا کنید مختارید. بله. ولی منی که با عنوان مهمان دعوت کردید، به باورهای من یه ذره احترام بذارید، اقلا بگید آقای رضا پهلوی. نه نه نه، من اینو قبول ندارم. اتفاقا به دلیل اینکه شما مهمون برنامه هستید، من نباید خودمو عوض کنم بشم اون چیزی که شما میخواین. من اصلا باور ندارم. اتفاقا حتی آقای رضا پهلوی هم نباید بگیم. چرا؟ چون شخص شناخته شده ای هست. ببینید، یه نفر وقتی پابلیک فیگر میشه، شما میگید اوباما، تا میگید اوباما من میفهمم که پرزیدنت بوده. میگیم ترامپ، هیچ وقت نمیگیم آقای جان نمیدونم دونالد ترامپ. اینا افراد، حالا ما سر چه چیزایی داریم دعوا میکنیم؟ حالا موضوع این که اصلا شاه، اجازه بدید من اون پاسخ اون دوستمون رو بدم که میگم همش شاه مقصر. من 80 سال سنم، بسیارم مطالعه کردم. من بعد از انقلاب یه دوره کتابای جامعه شناسی رو کامل خوندم برای که به من چی میشه، و بسیار بسیار کتاب خوندم. یعنی مثلا درباره آقای مصدق شاید 5 کتاب خوندم، درباره قوام، درباره زاهدی، درباره دیگران. اگه بخوای میارم نشونتون میدم. یه مقدار احترام منو به عنوان این سابقه و اون سن قبول کنید که من دروغ نمیگم. من دانشجو بودم توی دانشگاه عالی، ما شبانه میخوندیم. میدونین چی؟ یعنی روزا دبیر بودیم، از ساعت 5 بعد از ظهر میرفتیم اونجا درس میخونیم. یه استادی داشتیم به نام دکتر ناظرزاده کرمانی که عضو جبهه ملی اومد، گفتش که بچه ها شما که مثل من خودتون معلمید، شما روزا معلمید، چبا دانشجویید، یه مقدار همکار من هستید، من میخوام یه چیزی رو با شما مشورت کنم. گفتم بفهم. ما گفتیم بفهم. گفتش که دولت یعنی شاه به ما یعنی جبهه ملی گفته بیایید در امور کشور دخالت کنید، بعضی جاها رو شما اداره کنید. ما چی جواب بدیم؟ آقای سوربی، من اون موقع دانشجو بودم، به قول معروف کلم بوی قرمه سبزی میداد. من گفتم آقای ناظرزاده کرمانی، شاه مصدق رو زندانی کرده و مصدق دخمر شده، کشته شده، شاه دستش به خونه، اینها معاوشته از اله بله، اگه شما هم کاری کنید انگار شما هم همون کارا رو کردید. آقای سوربی، آقای ناظرزاده به حرف من گوش داد. ببینید اعضایی که به ملی چقدر ساده بودن. اعضای جبهه ملی هیچ کدوم چون بنز مصدق جرأت نداشتن. آقای مصدق تو وقتی که اقلیت مجلس بود بهش گفتن تو نخود صدری میشه، گفت بله این جرأت میخواد. به آقای ناظرزاده کرمانی میگن و دیگرانشون میگن بیا در امور مملکت دخالت کنی، میگن نه. اون دوست ما که میگه همه روشن فکرا رو از بین بردن فلان کردن، ببینید آقای سنجابی استاد دانشگاه بود، یادتون هست که رئیس جبهه ملی بود؟ بله بله، استاد دانشگاه بود. وقتی استاد دانشگاه بود نامه به شاه نوشت که آقای شاهنشاه عالی قدر، این حقوقی که من میگیرم تکافوی خرج زندگی منو نمیده، اگه میشه یه کار کنه من زندگیم بهتر بشه. آقای محمد رضا دستور داد که اضافه بر حقوق ماهیانه مثلا فرض کنید 2000 دلار بهشون کمک بدید.
آقای بازرگان کارخونه داشت، کارخونه نمیدونم شوفای سازی داشت، این همه آقای زیرکزاده مهندس راه سازی داشت، کنتراتور راه رو داشت، اینا هیچ کدوم سرکوب نشدن، هیچ کدوم جز دکتر فاطمی بقیه همه سر مورا گنده بودن. اینکه شما میگید شاه اعضای روشنفکر رو از بین برد سرنیز کرد، فکر کنم همینطوری بدون اطلاع میگید. بسیار ممنونم. دنباله این که ما شاهزاده رو باید شاهزاده خطاب کنیم، من از شما یه سوالی دارم. ببینید آقای سوروی، اگر اجازه بدید یه جلسه دیگه فقط درباره شاهزاده رضا صحبت کنیم. باشه باشه، این جلسه شما چند تا سوال دارید، اجازه بدید این سوالا رو جواب بدید. بسیار ممنونم. بله، سوال همون بود که اگر فکر میکنید توی ایران مردم الان از دست آخوندها جونشون به لبشون رسیده و منتظر هستن، چرا نه فقط آقای رضا پهلوی، چرا آقای رجوی که اون وقت چیز عربی گفت مرحوم رجوی، یا خانم مریم رجوی، یا رئیس سازمان امنیت قبلی عربستان گفت مرحوم رجوی، بله بله، چرا اینها برنامه‌ای ندارن؟ چرا اینها نمیگن؟ میاد چهار تا عکس مجاهدین میندازه. این سوال شما سوال شنونده رو بگی. خب خوندم براتون دیگه، نوشته بود مثلا این دوستمون باز اصرار میکنن که آقا من این رو گذاشتم که شما برای ملت بخونید. دوست عزیز، اولا من اون روزم تو برنامه گفتم من نمیدونم چرا اسم شما عزیز، عزیز دو تا عزیز داره. ببینید حالا شما اگه عزیزم هستید، ایشون باز دنبالش نوشتن که تقریبا نابودی ایران شده، این رضا پهلوی که ادعای پادشاهی دارد هم همین روش پدرش را دارد. خب اینا رو دوست از من اگه بخوام بخونم، نوشته شما 5 دقیقه ده. یه آقایی گفته بود که من موافقم که در ایران یک حکومت نیمه نظامی برقرار. آها آقای بله، آقای هوشنگ امیرحمدی، میشناسین شما ایشون رو؟ تو تلویزیون کانال یک دور آشنایی نزدیک ندارم، ولی میشناسم. بله. ببینید مردم این رژیم رو نمیخوان، یعنی مردم آخوند نمیخوان برایشون حکومت کنه. حالا آخوند اگه با سپاه پاسدارانش قدرت بگیره یا با بسیجش قدرت بگیره، بازم آخونده. مردم اصلا نمیخوان این گروه باشن، مردم میخوان اینا برن یک گروهی که مردم انتخاب میکنن بیان. مردم خسته شدن از اینکه دیگران برایشون انتخاب کردن، میخوان خودشون انتخاب کنن، ولذا میخوان اصلا این رژیم بره کنار، دموکراسی و آزادی برقرار بشه و سکولار باشه، اصلا دین از حکومت جدا باشه. مردم نمیخوان حکومت شیعه باشه. من یه دفعه از دفتر سفارت، دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت پاکستان به یه دلیلی به من زنگ زدن، گفتش که شما آقای پرویز نیمه هستی؟ گفتم بله. گفت شما دبیر بودید و فلان صحبت که؟ گفتم شما کی هستید؟ گفت من اسمم آقای مهرآباد، من آقای مهرآبادی هستم، از دفتر سفارت صحبت میکنم. شما برنامه تلویزیونی دارید؟ گفتم آره من برنامه تلویزیونی دارم، اتفاقا همش هم بر علیه رژیم حرف میزنم. گفت چرا بر علیه رژیم حرف میزنید؟ گفتم برای که شما یک اسلام شیعه رو میخواد برای یک ملتی مسلط کنید، در حالی که در ایران زردشتی هست، مسیحی هست، کلینی هست، بهائی هست، بیدین هست، شما میخواید همه رو به زور قانون شیعه رو بهشون اجرا بکنید. من با این مخالفم، برای یه بحث دیگه که از این موضوع خارجه. و من فکر میکنم جناب سوروی، ما همه، یعنی اون به قول شما 30 میلیون جمعیت ایران بلاوی پادشاهمون، هممون اشتباه کردیم. ما همش عادت داریم انگوش اینطوری کنیم، تو بودی تو بودی تو بودی، هیچ وقت نمیگیم خودم بودم. بسیار ممنون آقای مینوی. میدونم یه دفعه من گفت چرا ماشین آوردی؟ اون آقا گفت من یادم نیست. خب یادت نیست، من مقصر نیستم، این واقعیتی که اون آقا گفت یه روز ماشین نیارید. به من دوستم گفت چرا ماشین آوردی؟ گفت آقا گفته ماشین نیارید. گفتم من برای اوباش قائل نیستم، حرفی قائل نیستم. آقا صاحبی اجازه بدید من یک هفته مونده به انقلاب، 3-4 مونده به انقلاب، یه دفعه دیدم تو وسط خیابونا، منم میگم ما همه سرباز توی خمینی، من دستم بشکنه که این حرف رو زدم و این کار کردم. ولی میدونید آقای سوروی چرا؟ برای که هر کی من میشناختم گفت آقای خمینی. همین آقای سنجابی بوت من بود، من بهش احترام میذاشم، گفت خمینی. نمیدونم آقای بازرگان گفت آقای خمینی. بین آخوندا من به آقای طالقانی احترام، آخوندی که احترام داشتم آقای سید محمود طالقانی بود، این گفت خمینی. نمیدونم آقای شریعتی گفت خمینی، حالا الان من نمیتونم یاد نام ببرم. هر کی رو من میشناختم به عنوان از من بالاتر گفت خمینی. من گفتم پس لابد من نمیفهمم، اینا میفهمن.
من رفتم تو خیابون گفتم خمینی. البته وقتی من رفتم دیگه خمینی اومده بود ایران، شما هم رفته بود، کارت داشت تموم میشد، ولی به هر حال منم رفتم اون تو. یعنی ما جناب سوری، من شما رو نمیگم ولی خودم میگم، من به نظر من و همه ملت ایران اشتباه کردیم که این خمینی اومد. من فکر می‌کنم دیگه برنامه وقتش تموم میشه، چون من برنامه دیگری دارم که برای اون اومده بشه. خیلی ممنون با آقای، امیدوارم سلام منو برسونید، با امید دیدار. اگه اومدید واشنگتن حتما همدیگر رو ببینیم. اون بار آمدید بدون دیدن رفتید، ولی این بار همدیگر رو ببینیم. خیلی ممنون که با ما بودید آقای مینوی. سپاسگزارم از بینندگانی که به این برنامه توجه کردن، بسیار سپاسگزارم. پیغامشون رو به اون تلفن بذارن، من جواب میدم. چشم، خیلی ممنون، مواظب خودتون باشید. دوستان عزیز، با آقای پرویز مینوی بودیم از تگزاس. اگر سوالی پرسشی دارید حتما با این شماره تلفنی که من الان اینجا براتون میگذارم و ببینید. بله، افکت 5. حالا من چند دقیقه، ببینید این شماره تلفن مال من نیست، این شماره تلفن مال آقای پرویز مینویه. اتفاقا الان هم از 5 تا 6 توی تلویزیون دیگه برنامه دارن، میرن اونجا. شاید اگه زنگ بزنید تلفن جواب بده، اگه نه بره رو پیامگی 281-835-3063. دیروز وقتی با آقای مینوی صحبت میکردم، ایشون درباره همین که اگه من میام و از من سوال میکنید، خب باید به من وقت بدید که پاسخ بدم، توضیح دادن که یه جایی ازشون دعوت شده، وقتی رفتن اونجا اونای دیگه نیذاشتن ایشون صحبت کنه. من گفتم من این قول رو به شما میدم و فکر کنم تا اونجایی هم که شماها شاهد هستین این کار رو انجام دادم. ما مشکل داریم. ببینید، من از آقای مینوی سوال کردم که شما که دبیر بودید، اول خب دانش آموز بودید، دانشجو شدید، معلم بودید، دبیر بودید و مدیر بودید، شما اولین و آخرین باری که تو مدرسه 2 تا بچه رو گذاشتن با هم مناظره کنن و معلم به عنوان، اینجا میگن مادریتور، اون کسی که مجلس رو نگه میداره، نمیدونم تو ایرانی چی بادش بگی، کی بوده؟ ایشون گفت هیچ. گفت بله، فقط یه برنامه بود، یه کتابی یا یه مقاله ای رو میگفتن بخونین بیاین کنفرانس بدین. گفتم بله، اونم برای ما هم بود، میگفتن که مثلا این شعر رو بخونین یا این داستان رو بخونید بیاین دربارش کنفرانس بدین، که اونم به ما درست یاد ندادن. اوکی. دلیلی که شما ببینید تو تلویزیون هیچ کدوم از این مناظره ها به جایی نمیرسه برای اینه. آقای مینوی درست میگه، میگه سربی وقتی من حرف میزنم گوش نمیده من چی میگم، قلم و کاغذ ور میداره ببینه گفته من چه اشکالی داره. خب آقا، شما خودت گفتی حقوق دولتی نمیتونست خوب زندگی کنه، خودتون الان میگید صحابی به شاه گفت من حقوقم کمه، شاه گفت به این 2000 دلار بدید، شاه بی خود کرد، غلط کرد، به یه نفر گفت 2000 دلار بدید. شاه باید زنگ میزد به وزیر امور، به وزیر آموزش پرورش گنجی، بگه حقوق چقدره، میگفت مثلا مای 10000 تومان، بگه حقوق آقای صحابی چقدره، بگه 3000 تومان، بگه مردک پوفیوز اون چه فرقی با تو داره، چرا تو 10000 تومان داشته باشی اون 3000 تومان داشته باشی. نه هر کسی صدا داد به قول شیرازی ها کپشو ببندن. بعد آقای مینوی، من اصلا از شما انتظار نداشتم که شما بیای به من بگی من چون مهمون شما هستم به رضا پهلوی بگید شاهزاده. اگر من با یه دکتری اینجا مصاحبه میکنم پدر ایشون راننده بوده، من هر دفعه که باهاش صحبت میکنم بگم دوستان این راننده زاده اینجاست، این شازده و شازده بازی و اینا رو بندازید تو سطل آشغال، ببینید خودش کیه. خودش یه آدم تنبل، یه آدمی که هیچ جایی نرسیده، یه آدمی که لیسانس نگرفته، باباش دیپلم نگرفت، این لیسانس نگرفت. آقا اون آقای شاهین نژاد، من با عقیدش کاملا مخالفم، خودشم میدونه، ولی سرش به تنش میارزه، 2 تا کتاب خونده، 2 تا مدرسه رفته، 2 تا درس خونده، 2 تا شرکت کار کرده. آقای نوروزی کجای این روزا نمیای عزیز برادر؟ بله، میگن که این بزرگوار دارن میفرمایند که 40 سال مردم زرج کشیدن و دارن مبارزه میکنن، زندان میرن، اعدام میشن، در به در میشن، بعد که ایران آزاد شد بدیم رضا پهلوی که هیچ حرکتی جز تفریح در آمریکا نکرده چون از بیضه مقدس زاده شده.
خدا پدر مادرت بیامرزه آقای نوروزی. آقای نوروزی باور کن من اگه یه شرکتی داشته باشم یه زمانی بخوام این شرکت رو بدم دست یه کسی که منیج کنه، شما رو میارم که اسمت مجیده، اون مجید خوشنودی رو میارم که اسمش مجیده، به خاطر اینم که همشهری هستی شما رو میارم. میگم آقا شما چی کار کردی؟ اون میگه من اوبر روندم. میگم آقا این بلده با مردم چجوری صحبت کنه؟ شما چی کار کردی؟ شما میگی من این کارو کردم اون کارو کردم. میگم آقا شما منیجر اینجا باش، شما منیجر اونجا باش. اگه رضا پهلوی اومد میگم ببین بچه چون تا حالا کار نکردی وایسا اینجا فعلا برای اینا چای درست کن تا یاد بگیری. دوستان این برنامه سربی با مردمه، هر کی خوشش میاد، خوشحالم که خوشش میاد حمایت کنه، هر کی خوشش نمیاد بره تلویزیونای دیگر رو نگاه کنه. ما دیگه اینجوری نیست یه تلویزیون رنگارنگ باشه با 22 تا مجری، الان 22 تا تلویزیون با 100 هزار تا فیس تایم، با 100 هزار تا فیسبوک، با 200 هزار تا یوتیوب، هر چی میخواین برید نگاه کنید. ولی یادتون باشه فقط اون چیزایی که خوشتون میاد اگه نگاه کنید فهم و دانشتون در همون حد میمونه. همین نوشته هایی که من شنیدم کارتر یه جایی گفته مگر اینا احمقن که بیان به این سادگی بگن ما دیدیم این داره ژاپن میشه کردیمش بیرون، ما دیدیم این ژاپن میشه داریم میندازیمش پایین. بله یه جایی میگه بگین آقا دیدیم داره میگه من قیمت نفت میکنم بالا تیپا زدیم انداختیمش بیرون، اون درسته ممکنم هست بگن. ولی دیدید که آقای مینوی ریگان آمد گفت که ما ظلم کردیم به شاه، شهر واد نگه می داشتیم، ولی همون مرده که پدرسگ ریگان داشت با آخونده اسلحه خرید فروش میکرد. برید فیلم امریکن مید رو ببینید، بعدش هم ماجرای ایران کانترا. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. رضا پهلوی که از دوست دختر برادرش نگذشت آیا به مردم ایران رحم خواهد کرد؟ مرسی، ممنون و متشکر دوستان که با ما بودید. امروز من 3 تا برنامه 2 ساعت با کانون آوا بودم، با 2 تا از دوستان آقای عیسی آزاده و آقای قربان‌علی حسین نژاد 2 ساعت برنامه، خودم 2 ساعت هم بیشتر، با آقای جلیل مرتضوی، با آقای هوشنگ امیر احمدی و 1 ساعت هم با آقای پرویز مینویی بودم. یعنی امروز باز به خودم امیدوار شدم که سربی هنوز هم همون پیرمردای قدیم. روز روزگارتون خوش، فردا سه‌شنبه است، 4 شنبه با شما خواهم بود. مجید میگه وجدانن همون آبدارچی هم بهش نمیدن. باور کن نمیدن آقا، میزنه استکان نلبکی اینا رو میشکنه. شما فکر کنیم اون آبدارچی بودن ساده بود؟ ما یه آبدارچی داشتیم آقای صبوری، احتمالاً دیگه فوت شده خدا رحمتش کنه. آقا موقعی که این هنرستان زنگ تفریح زده میشد، خب 40 تا معلم میمد تو این اتاق مدیر و ناظم، آقای حاج معلم و آقای اکبر نوبختیان. اینا باید چنان قشنگ این سماور رو جوش می آوردن که می دونستن فلان ساعت 40 تا قوری استکان که چی میگن استکان نلبکین باید بره بیرون، چای داغ به این بدن، چای سرد به اون ندن. آبدارچی بودن هم خودش کار داره. حالا شما گفتی آبدارچی، از این به بعد من به پسر آقای صبوری که اینجا شده دکتر بگم آقای آبدارچی زاده؟ اصلا واقعا آدم میمونه توش. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با ما بودید. تلویزیون مردم به دیگران هم معرفی کنید و حمایت فراموش نشه. واقعا ما هنوز داریم ضربه تابستون رو میخوریم، وقتی شماها میرین وکیشن و اینها، ما اینجا ضربه میخوریم. ما باید وکیشن نریم، پول وکیشن رو بریزیم اینجا. ناگفته نماند پتیک گفت که چون شما اون روز سوال کردی و گفتی یکی از دوستان گفته که آقا چند این جراحی رو با تو بدی، چند درصدش چند میشه، 20 درصدش چند میشه، ایشون گفت من دوست دارم $100 بابت این هزینه به شما به عنوان دوست کمک کنم. ممنون و متشکرم. و اینجوریه وقتی به من کمک میکنه منم به یکی دیگه کمک میکنم، این میچرخه. وقتی تا یه چیزی میاد نگه داریم میشیم تقریبا مثل اروپا، میشیم مثل ایران. دیدید ایران چقدر گنج پیدا میشد؟ تو باغچه میکندی یه دب میدیدی یه کلوک شما میگید یه خمرهی پیدا میشد توش طلا و جواهر و اینا بود. البته به خاطر این بود که بانک نبود، جای اطمینان نداشتن تحویل کسی بدن و اینها. ماشاءالله از بس همه دولت ها وضعشون خوب بوده میدوزیدن مال مردم رو، ملت تو باغچه قایم میکردن، تو دیوار مصنوعی درست میکردن. یه دیوار اگه اینجا بود، یه دیوار نیم متر جلوتر درست میکردن، شما میرفتی تو اتاق
فکر میکردی این دیواره، از اون برم اگه میرفتی اون برم دیوار بود، بین این دوتا دیوار فضای خالی بود که دستونشون بود یا گنجشون بود. کلمه گنجه اصلا از اینجا میاد که یعنی گنجی رو در اون نهفته داشتن. مرسی. سربی را جدی باید گرفت. آره اگه جدی نگیری. مرسی دوستان که با من بودی. هی من میخوام برم، شماها نمیذارینا. به امید دیدارتون چهارشنبه. مرسی.